زمان به کمال رسید، خدا پسر خود را به جهان فرستاد. چون روح القدس بر شما آید، قوت خواهید یافت و شاهدان من خواهید بود از اورشلیم تا اقصای جهان. زمان آن است که در شکاف دیوار سرزمینمان ایستاده و دعا کنیم. زمان ملاقات خدا از مردم سرزمین ما رسیده. تا خداوند عطا کند تاجی به عوض خاکستر، روغن شادمانی به عوض نوحگری، برادای تسبیح به جای روح کدورت. پس مریضان شفا بیابید، افتادگان برخیزید، اسیران آزاد شوید. متبارک باد سرزمینی که عیسی نجات دهد. نمیخوایم فقط شنونده کلام باشیم، بلکه میخوایم عمل کننده اون باشیم. آمین. و اجازه بدیم خداوند رو بیا. چی تو زندگی من هست که تو خوشحال نیستی؟ منم خوشحال نیستم، اطرافیانم هم خوشحال نیستن. شاید چیزای زیادی باشه. اگه لیست بخوای بدی، خودت بدی زیاده. خدا میگه اونا رو بذارش کنار، من فعلا روی یه چیز با تو کار دارم، اونم اینه. فکر میکنی اگر خدا بخواد دست بذاره، تو یک کسی نه، فقط خدا، تو و خدا. عیسی الان اومده در جلالش پیش تو و داری بهش نگاه میکنی و داری میگه دخترم، پسرم، میخوام تو همه چیزهایی که داری، میخوام فعلا یک چیز رو امروز، روز یک شنبه 10 مارس، میخوام یک چیز رو در تو عوض کنم. حدس میزنید عیسی دست رو چی بذاره؟ یه حدس میزنیم دیگه. از این همه چیزها دست میذاره یک چیزی. اگه عیسی دست میذاره، دستهای عیسی شفا میاره. هیچ وقت دستهای عیسی محکوم نمی کنه. هیچ وقت دستهای عیسی کسی رو نمیکشه. هیچ جا ندیدیم که عیسی کسی رو کشت. عیسی حیات میده. عیسی شفا میده. دستهای عیسی، اگه عیسی دست میزه روی چیزی، میخواد شفاش بده. میخواد آزادت کنه. میخواد از این قده، از این سرطان، از این تومور، از این اسارت، از این بند میخواد تو رو آزاد کنه. او خداوندا، باور دارم که من زیر دستو نمی بلکه شفا میابم. به من بگو من باید چه کار کنم تا با تو همکاری کنم. چی در من باید عوض بشه؟ میدونم یه شبه نیست که ناامید بشم دوباره کردم بگم اصلا در خودم هم ناامیدم. نه، یک شبه اینها نمیره. اما تصمیمش با من است. دعا کنیم این هفته‌ای که شروع می‌کنیم، خداوند فقط رو همین موضوعی که دست گذاشته. اجازه بدیم خدا با ما صحبت کنه. خداوند، دنبال بهانه نیستم. اینکه کی مقصر بود دنبالش نیستم. کی این بلا سرم در اومد دیگه نیستم. چون نمی‌خوام تو بیابون بمونم. مهم نیست کی سرمو شکست، اومدم تو جراحیش کنی. مهم نیست کی قلبمو شکست، اومدم تو شفاش بدی. مهم نیست که پای منو چلاق کرد، اومدم که تو شفا بدی. مهم نیست که چاقو پشت من تو کمر من زد، اومدم که تو زخمای منو پانسمان کنی. دنبالش نمیگردم که کی چه کار کرد. دنبال شفا هستم خداوندا.
زخمهایم را شفا بده و من از درد و اسارت هام آزاد کن. از این زنجیرها شکم بشکنه در زندگی من. از این تنها من را رهایی بده. من نمیخوام به چه قیمتی. نمیخوام فسایی ما بقیه زندگیم کپک بزنه. نمیخوام دوباره ما بقیه فسایی من از دست بدم. به چه قیمتی. شیطان دوزید. فسای مولانا دوزید. دیگه نمیذارم. نمیذارم. با فیض خدا شروع میکنم جلوی این دوزی رو گرفتن. ایمان دارم خدا سالهای ملخ خورده منو جبران خواهد کرد. ممنونم ای خداوند. در حضور تو خداوند ها نمیام سرود بخونم. میخوام پرستش کنم. آنچه که میخونم دعای قلبی منه. یک سرود و یه آهنگ نیست. دل من با این کلامی که داره اعلام میشه خداوند همسو میخواد باشه تا در من یه اتفاقی بیفته. نمیخوام وقتی برگردم مثل کسی باشم که امروز آمدم. میخوام با فکری تازه و قلبی تازه و تصمیم تازه. آرزوهای ما نیست که زندگی ما رو شیرین میکنه. تصمیمهای ماست که زندگی ما رو عوض میکنه. بسیاری هستن آدمایی که آرزو کردند و خوشی ندیدند و مردند. اما آنانی که تصمیم میگیرند طعم شیرینی رو خواهند چشید. این وعده خداست برای ما. با شکرگزاری به نام عیسی. آمین. سری افراشته بلکه با قلبی شکسته میایم نزد پاهایت خدایم. دانم فقر روحم را نیاز و حاجتم را مرا نو کن به فیض خود خدایم.
خداوندا، به حضورت آمدیم و دستهای خود را با فروتنی با آسمان بلند کرد و اعلام می‌کنیم: بریز بر ما روح رحمت و محبت و مهربانی و نیکوکاری را و ما را مست کن تا هر جا که بیماری و درد است دستان ما برای شفای ایشان دراز شود، بر کجا که افتاده‌ای هست با قلب شفاعت او را بلند کنیم و هر جا که اسیر و درمانده ای هست به قدرت نام عیسی آزاد شود. باشد که هر جا یأس و ناامیدی هست از زبان ما ایمان و امید و محبت جاری شود. بلی خداوند، قلب خدا امروز تسلیم تو می کنیم تا ما را برای جلال نام خود به کار ببری.
عیسی خداوندا، میخواییم ما را اون پسران یساکار بگردانی خداوندا که از زمانهای تو با خبر بودند. کلیسای تو و جامعه و فرزندان تو در هر جا خداوندا این مسح پسران یساکار را داشته باشند که از فصلها و زمانهای خدا با خبر باشند و بدانن اکنون یهوه برای ایشان چه میخواهد. بدونی که فصل خدا برای تو چیه، تو این فصل خدا چی میخواد برای تو، برای چی میخواد فصل تو رو عوض کنه، برای چی میخواد تو رو عبور بده و دست خدا رو باز بگذار. خدا با کسی صحبت میکنه که اجازه خدا و دست خدا رو باز بذاره. چرا خدا صحبت کنه وقتی دستای او بسته هست؟ وقتی دعا میکنه خدا با ما صحبت کن، میگیم برادر چطوری؟ خدا من میخوام با خدا با من صحبت کنه. خدا میخواد زمانی صحبت میکنه که بدونه دستش تو زندگی من و تو بازه. وقتی دست میذاره روی چیزی میگی بله خدا من حق با تو، چشم ادونای حق با تو، بله خدا من تو درست میگی، هرچی تو بگی همونه. اینجاست که آوای یهوه، اون نجوای یهوه بلند خواهد شد و از او خواهی شنید. اونجا دیگه درد نمی کشی بلکه همکاری می کنی. اونجا دیگه سخت نخواهد بود تبدیل، چون که تو با خدا داری همکاری می کنی. با هم به قول معروف داری دکوراسیون خونتون رو تغییر می دی. تنهایی نیست. خدا از ما چیزی رو نمی خواد که طاقتش رو نداشته باشیم. فیضش رو به ما میده. میخوام دعا کنم همینطور که خدا داره قلبهای ما رو و روحهای ما رو شفا میده، دعا کنم برای عزیزانی که در بیماری هستن. رنجهای بسیار جسم ایشان رو مریض کرده، غمهای بسیار قلب ایشان رو، فشار خون ایشان رو، کلیه ایشان رو، کبد ایشان رو، فشارهای روحی روانی MS آوردن، دردهای زیاد برای اونها سرطان آورده. به قدرت نام عیسی مسیح تمام تأثیراتی رو که شیطان در تمام سالهای بیابان بر شما ظلم کرده، نه اینکه دیگران ظلم کردن، شیطان بر شما ظلم کرده، شما رو خمیده کرده، به قدرت نام عیسی پشت تو صاف شود. در قدرت نام عیسی هر قدرت درد و بیماری که به واسطه سالهای درد و غم و قصه و بدبختی و رنج مقهور بودی زیر دستای شیطان، به قدرت نام عیسی شکسته و شفای عیسی خداوند یشوع مشیح بر تو ساکن شود. به نام عیسی مسیح دردهای تو برداشته شود. همین الان در نام عیسی هر جان چه که تو درد داری به قدرت نام عیسی پاک شود. هر عامل درد در تو کنده و تمیز شود و هر عوارضی که روی تو مونده به قدرت نام عیسی پاک شود. هر گرد و غباری از بیماری روی تو به خون عیسی شسته شود و به روغن روح خدا به جهت شفا تطهین شو. به قدرت نام عیسی تطهین شو. کسی که در بیمارستان بیماری قلبی داری و جراحی شدی و وضعیت خوبی نمیبینم داشته باشی و سیگنال های خوبی روی قلبت رد نمیشه، به قدرت نام عیسی حیات یهوه رو بر قلب تو اعلام میکنه و شفا بیاب. کی هستی نمیدونم، اما اعلام خواهی کرد و پیدا خواهی کرد و این ویس به تو خواهد رسید. بستر تو جمع کن و به خانه برو.
و به نزد اهل خانوادت برو. هر اشک از خانواده تو پاک شود به نام عیسی. دعا میکنم برای کسایی که دکتر تشخیص قده براشون داده و قرار برن دوباره آزمایش کنن، به قدرت نام عیسی مسیح شهادت را از دستگاه ها و دکترها بشنوی، پاک شد به نام عیسی، پاک شود به نام عیسی، و اعلام کن که خداوند امروز با تو چه کرد. هر غم و غصه و اشک و نگرانی از خانوادت پاک شد به نام عیسی. هیچ پولی خرج بیماری برای تو نشود، بلکه پول به جهت شالوم و شادمانی در خانه تو مصرف شود. ممنونم ای خداوند. در حضور تو خداوند اومدیم تا در این حضور جان ما رو تازه کنی. زیر دستهای توی خداوند دست تو بازه. تو بگو، اطاعت از من. تو بخواه، چشم گفتن از ما. به نام عیسی مسیح. آمین. به حضورت آیم با تمام قلبم، نزدت می آیم با دلتنگی هایم، این را می دانم که بی تو چونش خطر من چشیدم، تو باش عشق من آخرم، تو
عشق خدا. اجازه بده خودتو به خدا تقدیم کن. میایم روی زانوهایم تسلیم شدم، تسلیم تو. شفای تو رو انجام شود در من، احیای تو انجام شود در من. هللویا، خداوند انجام بده، آزاد کن، تسلیم از من، تقدیم تو، تبدیل از من، تمام وجودم مشتاق توست عیسی، هستی من تقدیم تو، تمام وجودم مشتاق توست عیسی. بله خداوند، باشه خداوند، این تبدیل، این تقدیس، خداوند شهادتاش دیده بشه، که مثل یک شاهد باشم، شاهد کار تو، دست تو روی من دیده بشه، اون حضور تو، اون کار تو خداوند نمایان بشه و تو جلال بیابی خداوند.
این فصل رو، این فصل کپک زده رو آزاد کن، من تبدیل کن. میدونم خداوندا دستهای تو شفاست، تو روح محکومیت نمیدی، بلکه روح احیا، روح تسلی، روح قوت، روح شفا، روح حکمت و فهم و معرفت به ما میدی. ممنون می خداوند، به نام عیسی مسیح. میخوام شاهد باشم، برم همه جا بگم کار تو چی، تو چه کار کردی. شاهد هستم، شاهد تو، سرور و منجیم، در وصف تو سرود خوانم تا وقتی زنده ام. ای یادارم چه ها کردی بهر نجات من، از ترس و شک، از لعنت ها امروز من آزادم. محبت بمانیم، توی این رابطه‌ای که دائم خداوند تو به ما عشق می‌ورزی، خداوند توی این رابطه‌ای که دائم تو ما رو محبت می‌کنی، قلب تو برای ما می‌تپه خداوند. چطور می‌تونه قلب ما برای تو نتپه؟ چطور می‌تونیم تو رو نپرستیم شاه شاه؟ خداوند قلبمون رو توی حضور تو باز می‌کنیم خداوند. شاه شاهان اعلام میکنیم هیچ چیز، هیچ کس لایق پرستش نیست جز تو خداوند. تو را میپرستم شاه شاهان، تو را میپرستم شاه شاهان، تو بیمانندی، تو را می ستایم با تمام وجود، تو را می پرستم با هر آنچه دارم،
مرسی خداوند. جانی که شفا میابه، جانی که تازه میشه، اسیری که آزاد میشه، غیر از این نیست. هللویا که تو نام تو رو بلند کنه، اعلام کنه تو شفا دهنده، تو آزاد کننده، تو تبدیل کننده، تو تقدیس کننده است. کافیه که تسلیم کنیم جان ما رو به تو. خداوند کسی زیر دستای تو نمیمیره، اما احیا میشه، اما شفا میابه، بلند میشه، قدرت میگیره، مس میگیره. زیر دستهای تو خداوند کسی قرار بگیره تبدیل میشه خداوند، و آتش روی تو میاد، زندگی او رو تبدیل میکنه خداوند، تبدیل به یه مرد آتش، زن آتش میشه خداوند، که هر جا میره خداوند نه به آتش شرارت بلکه به آتش قدوسیت، آتش محبت خداوند همه جا رو در بر میگیره. این کار توه، تبدیل کار روح خداست. وقتی زیر دستهای خدا قرار میگیری با فروتنی، خدا عوض میکنه، خدا شفا میده، خدا تبدیل میکنه، خدا زخمهای تو رو بدون دیگه و اگر و اما و بهانه، خداوند منو عوض کن، فقط من رو عوض کن. دست تو باز گذاشتم، بیا خداوند. هرچی از گذشته است، هرچی تو از الان، اجازه دست توست. تو خدایی، تو خالق منی، نه فقط خالق من بلکه خداوند، طبیب من، وکیل من، شفیع من، حمایت کننده من، آقای من، سرور من، ادونای من، همه چیز من تویی. تو برای من چیزهای عالی میخوای، افکار تو برای من سلامتیه. ببخش اگر زمانهام از دست دادم، ببخش اگر با تو همکاری نکردم، ببخش دور کوه تاب خوردم، ببخش سر قبرهای خالی گریه کردم، پرونده های بی خود رو کشیدم بالا، آلبوم عزا برای خودم باز کرده بودم، ببخش خداوند. امروز همه رو در تو میبندم. امروز برای من فصل تازه یه، تو به من گفتی بلند شو برخیز، یوشع برخیز، بلند شو برو به سمت اردن، برو به سمت سرزمین سلامتی، برو، میخوام ببرمت، همراهیت میکنم. اینجا جای تو نیست یوشع، جای تو و قوم تو سرزمین سلامتی و اورشلیمه، جایی که شهد و شیر و عسل هست. و خدا رو شکر که عیسی ما را به این سرزمین راهنمایی میکنه. چیزهای کهنه درگذشت، همه چیز تازه شد. ممنون می خداوند. دعا میکنم به قدرت نام عیسی خداوند به محبت و به کمربند محبت خانواده هایی که کنار هم هستن و خداوند اونها رو به هم وصل کنی. هر روح دیابولوس که بخواد آسیب بزنه خداوند کمک کن خداوند که این زندگی ها محافظت بشه. از اقتدار نام تو استفاده کنن و هر قدرت تاریکی رو از خانهشون بیرون کنن. رو خشم و بغض و کینه و تلافی و مرگ و نفرت و جهنم خاموش بشه در خانواده. خانه تو خانه سلامتیه، خانه صلحه، خانه شفاست، خانه برکت، خانه خداونده. تسبیح و جلال یهوه برازنده او در خانه تو بلند کرده شود. دعا میکنم مست پسران یساکار، پسران و دختران یساکار بر شما بیاد. از زمانهای خدا با خبر باشی. خدا داره حرکت میکنه، باش حرکت کن. خدا استاب میکنه، استاب کن.
در روح ببینی که شب چگونه آتش خدا حرکت میکنه. به دنبال این آتش خدا حرکت کن و روز چگونه خدا تو رو محافظت میکنه. در فصلهای خدا قدم بزن، خدا زندگی تو رو برکت میده. در پی قدمهای وی راه برو. هللویا خداوند. اعلام میکنم مهم نیست، تو به ما گفتی یه شبه انجام تمام نمیشه، اما از امشب شروع شده. پس اگر دوباره اشتباهی شد اشکال نداره، میدونم یه شبه نمیشه. خدا به من گفت یه شبه اینا نمیرن، این وحوش صحرا نمیرن، این بد اخلاقی اینا یه شبه نمیرن، اما مطمئنن از امشب مثل شبهای قبل نخواهد بود. من خلقت تازه ایم، اجازه نمیدم شیطان از من سوء استفاده کنه. من ابزار دست شیطان نخواهم بود. من فرزند خدا و ابزار قدوسیت و جلال خدا خواهم بود. خدا از تو استفاده کنه به نام عیسی. آمین. آمین. هللویا. میخوام با این سرود که سرود آخر هست، برخیز به سرای شادیمون اعلام کنیم. هللویا. خدا رو شکر هر وقت اجازه میدیم خدا عمل کنه، بعدش جشن پیروزیه، جشن شادمانیه و سرودهای پیروزی. چرا که چیزهای کهنه درگذشته، چیزهای قدیم تمام شد، همه چیز تازه شد. میتونیم هدایای قلبی خودمون رو به خداوند تقدیم کنیم در این پرستش ها. عزیزانی که راه دور هستن هم میتونن از طریق آنلاین این کار رو انجام بدن. برخیز به سرای و نامش برافراد. آمین. چون من خلقت تازه هستم. آمین. امشب روز پیروزیه برای تو. هللویا. جلال خداوند رو بلند کن، اعلام کن.
شادمانی سلامتی و برکت باشد. دعا میکنم به نام عیسی هفته ای تو رو برکت میدم ای زن و مرد. خدا تو و نسل تو رو مبارک کند در قدرت نام عیسی مسیح. از آنچه که امروز خدا از طریق این پیغام با قلب تو صحبت کرد زندگی تو تبدیل بشه. اگر زنی اگر مردی به نام عیسی مسیح خدا به واسطه تو این زندگی رو جمع میکنه و دوباره کنار همدیگه قرار میده. تو میشی زن برکت خانه، میشی مرد مبارک خانه، سر سلامت برای خانه و زن حکیم خانهش رو جمع میکنه. به نام عیسی دعا میکنم که تخت و سلطنت و جلال خدا در خانه تو استوار گردد. دعایی که در خانه تو کرده میشه در حضور تخت جلال خدا شنیده شود. خداوند از سخاوت آسمان سوم و از گنجهای پنهان شما را لبریز هست برکت آسمانی بکند. چه برکت مالی، چه برکت روحانی، چه برکت جسمانی، چه خانوادگی. شما را برکت میدم از تمام برکت های نیکو و رحمت ها و رفعت های عیسی خداوند، از تخت جلال و فیض او در هفته که شروع میکنید. سر شما به روغن تطهین، کاستتون لبریز، نیکویی های خداوند صبحگاهان بر بالای سر شما چشم باز میکنی ببینی که خداوند نیکوست. آمین آمین. شما رو برکت میدم، فیض و محبت خدا باتون باشه و میخوام دعا کنم به نام عیسی آنانی که هدایای قلبی خودشون رو دادن خداوند 30-60 بر خزائن شما برگرداند. آرد و روغن خانه شما کم نشود بلکه اضافه و زیادتی. هللویا. این که در صحرا باشید فرق نمی‌کنه، در بیابان باشید، در شهر باشید، خدا شما رو برکت بده. ورود و خروجتون رو برکت بده. چتر خداوند، امنیت خداوند سایبان زندگی شما باشد. خداوند شما رو از سخاوت آسمانی بی‌نیاز کند. بی‌نیاز، 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 بی‌نیاز. به نام عیسی بی‌نیاز، بی‌نیاز از سخاوت آسمانی بی‌نیاز باشید. هللویا. با شکرگزاری تا هفته دیگه که دوباره دیگه با هم جمع میشیم. میدیم کم کم برای نوروز و بعدش هم عید قیام رو خواهیم داشت. هفته آینده درباره برنامه نوروز با شما در میون خواهیم گذاشت که کم کم میریم تا نوروز رو در حضور خداوند با هم دیگه جمع بشیم با عنوان خانواده الهی. فیض محبت خدا با شما باشد. به نام مسیح بدرود.